بریم بریم. یکی از ویژگی های بارز ایزه وجود تالاب میانگرانه. تالاب میانگران یکی از تالاب های ارزشمند استان خوزستانه و مهمترین عامل در مهار چشمه‌های تولید گرد و خاکه. چشمه‌های تولید گرد و خاک یکی از بزرگترین مؤلفه‌هایی که میتونه ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون یا همون پی ام 2.5 تولید بکنه و منجر به تشدید فشار خون و سرطان خون بشه. تالاب میانگران میتونه مردم ایزه رو از خطر ابتلا به سرطان خون نجات بده و مصون بداره و همچنین از خطر ابتلا به بسیاری از ناراحتی‌های ریوی میتونه مصون بداره و محافظت بکنه. در طول صدها هزار سال این تالاب حضور داشته و تونسته یک منطقه بسیار حاصلخیز و محل تجمع پرندگان مهاجر را ایجاد بکنه، به زیست پالایی یا پالایش آب منطقه کمک بکنه، سفره‌های آب زیرزمینی رو در واقع کمک بکنه که کیفیتشون محفوظ بمونه، ظرفیت گرمایی ویژه رو افزایش میده، تفاوت دمای شبانه رو کاهش میده و نیاز اقلام زراعی به آب رو کاهش میده. پس بنابراین مهمترین یار کشاورزان و دامداران منطقه تالاب میانگرانه. اگر تالاب میانگران حالش خوب باشه، یعنی کشاورزی حالش خوبه و یعنی دامداری حالش خوبه، چون که در واقع این پرنده ها هستن که در قلمرویی که پرواز میکنن، فضله هاشون که روی زمین میریزه حاصلخیزی خاک رو افزایش میده. این پرنده ها هستن که جمعیت آفات رو کنترل میکنن، با ملخ ها مبارزه میکنن و خسارت وارده به کشاورزی رو کاهش میدن، و این پرنده ها هستن که با پروازشون در منطقه حال خوبی برای مردم ایجاد میکنن و میتونن ایزه رو به یک قطب گردشگری و یک صندوق ارزی پایدار بدل بکنن و در این حال این تالاب میتونه به درآمد صیادی در منطقه اضافه بکنه و منابع غذایی آبزی فراهم بکنه. چند تا مشکل الان سبب شده تا تالاب میانگران وضعیت بدی پیدا کنه. اولیش اینه که حقابه تالاب مشخص نیست و حقابه تالاب مقدم بر کشاورزی و صنعت و بعد از شرب تامین نمیشه. مطالبه مردم، فعالان محیط زیستی، کنشگران باید این باشه، از سازمان حفاظت محیط زیست، از وزارت نیرو، از منابع طبیعی، تا حتما این حقابه تعیین بشه و پرداخت بشه. اگر که ما برسیم به روزی که مطمئن باشیم حقابه تالاب میانگران تامین میشه، میتونیم امیدوار باشیم که کیفیت زندگی مردم در منطقه ایزه تامین میشه. الان گزارش های زیادی میرسه که نیترات داره افزایش پیدا میکنه تو آب آشامیدنی و این بسیار خطرناکه. خود تالاب میانگران در واقع قربانی افزایش چاه‌های حفر شده است به بهانه توسعه کشاورزی. اما یادمون باشه که اگر که تالاب رو از دست بدیم، اولین قربانی همان کشاورزی و همان کشاورزان شریف منطقه است.